مدتی است بحث مفسدان اقتصادی به ویژه بدهکاران بانکی و افرادی که ارز دولتی به اونها تعلق گرفت و کالایی وارد نکردند در ایران داغه امروز اعلام شد دادگاه ه یکی از مفسدان اقتصادی و بر بدهکار بانکی به صورت علنی شنبه هفته آینده برگزار خواهد شد به گزارش خبرگزاری فارس باسپورس پرونده این فرد رو متهم به افساد فلعرض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور کرده و بر اساس محتویات پرونده تقاضای اشد مجازات شده در خصوص این فرد گفته میشه از اواسط دهه 80 متهم به فساد اقتصادی بوده و مشخص نیست چرا تا امروز با او برخورد نشده آشفتگی بازار ارز و اقتصاد ایران از دیمای گذشته تشدید شد و در حال حاضر قیمت دلار بیشتر از دو برابر شده بسیاری در ایران دولت رو به دلیل سیاست های اشتباه اقتصادی در این افزایش قیمت و سقوط ارزش ریال مقصر می‌دونند. به همین منظور گفته میشه احتمالا رئیس جمهور برای پاسخ به سوال نمایندگان ششم شهری بر ما به مجلس خواهد رفت اگرچه حسن روحانی همواره اوضاع اقتصاد رو خوب تشریح کرده و با استناد به آمار میگوید شرایط مناسب و مردم نگران نباشند روحانی در آخرین اقدام و پس از نابسامانی بازار سکه و ارز تصمیم به تغییر رئیس کل بانک مرکزی گرفت هرچند بسته جدید ارزی رئیس کل جدیدم نتونست موجب کاهش قیمت و سر و سامان دادن به بازار بشه عبدالناصر همتی ضمن درخواست کمک از مردم وعده داده معاملات ارزی در آینده روانتر بشه اما منظور از درخواست کمک از مردم چیست قبلا چون بانک این پول رو می گرفت وقتی میخواست که طرف می آمد این پولیش بگیره می گفت که خب من به ریال حساب می به شما میدم. الان در این بسته جدید بانک مرکزی متعهده یعنی هر کس پول اسکناس خودش میاره در بانک به عنوان سپرده میگذاره این بانک مرکزی است که به عهده میگیره که همون ارز رو بهش پرداخت کنه با سود امروز مدیر عامل پست بانک تاکید کرد مردم میتونن ارز خود رو به بانک آورده و با سرمایه از سود ارزی برخوردار بشن و مطمئن باشن که برگشت منابع به اونها حتما ارزیز نه ریالی این وعده در حالی داده میشه که بانک مرکزی در خصوص بازپرداخت سپرده ریالی مردم در برخی از مؤسسات های مالی هم به تعهد خود عمل نکرده اما در کنار اخبار اقتصادی و وعده روی کاغذ در بازار چه میگذره؟ از برگی 16 هزار تومن شده برگی 21 هزار تومن مدیر عامل اتحادیه سراسری تاوانی های فرش دستباف نسبت به ورشکستگی صنعت فرش با توجه به افزایش نرخ دلار هشدار داد خبرگزاری میزانم نوشت بر اساس آخرین آمار منتشره قیمت نو گروه کالایی در هفته منتهی به 26 مرداد ماه سال جاری با افزایش قیمت روبرو بوده 29 مرداد 1397 ما رفتیم امروز میوه بخریم دو قلم جنس خریدیم چند تا و یکم انگور شد 40000 تومان گرانی اجناس ضروری مورد نیاز مردم که روز به روز زندگی رو برای اونها سخت سختتر میکنه مردمی که برخلاف آمار خرجشان از دخلشان بیشتر شده و با نگرانی به آینده و بعد های مسئولان می نگرن. 600 گرم سبزی گرفتم، یک کیلو موز، 11 تا دونه شلیل با هلو گرفتم، 700 گرم خیار و یک کیلو گوجه. همطور که می بینی قیمت شده 44 و 900. ماشره امروز 29 مرداده دو تا شیر دو تا شامپو با یه دونه خمیر دندون و یه چند تا هم تخم مرغ خریدم امروز 32000 تومان آرمین قوادی پاشا اتاق خبر